چند روز میشه که ما دو تا عکسای دو تا خواره عزیز ما را در سوشل میدیا دیدیم و فکر کردم که چرا خواره ما باید اینطوری انتخاب کنن. مثل مثال برد میدم، فرهناز فروتن یک بنر گرفته که 6 دفعه سرزو ازادی و فریدم نمیشته شده. من این فکر مرا برد که این ازادی نمیشته کردن، یعنی تعریفش نمیشته نکردن که کدام ازادی میخواین. اگر اینا فکر میکنن که ازادی به این معناسته که ما بتانیم موی خود لچ کنیم، اندام خود مردم نشان بدیم، اصلا این ازادی نیست، این استعمال شدن است. بخاطر اگر انتخاب لباس به تعریف لیبرالیزم و دموکراسی و غرب انتخاب زنامی بود، باز خلافشان در یک جنه می شدن. اگر در اگر کشورهای غربی خودت لباس بپوشی، اصلا بندیخانه میری. مثلا در حجاب بری در مکتب یا در فاکولته، در فرانس بندیخانه میری و هیچ وقت اجازه به داده نمی شه. خوی معلوم می شه که این انتخاب اصلا ای به دست زنان نیستم. دویم، اکثر مردم که خلاف حجاب صحبت می کنن و به حجابی رو نشان می دن و میگن که انتخاب از ماست، متاسفانه اینا واقعا غلط هستن. به خاطر چرا؟ اگر اسلام به بنیاد الحاد الله سبحانه و تعالی که نزول الله قرآن دوج ذکر شده که به زن و مرد حجاب داشته باشند، ای از طرف الله است. اگر الله سبحانه و تعالی میتونه که کل دنیا را قانون بسازه و همه چیز که در کورس موس وجود داره، اگر او ساینس و فیزیکس و کیمستری کل ساینس و مالیکول و درست پیش بره، نمیتونه به زن انتخاب کنه چی برش خوب است. اگر یگان زنا میگن که نه من میفهمم به ما چی خوب است، مثلا چی برد خوب است. اگر فکر میکنی که خود لچ کردن ازادی است، اصلا نیست. اگر اسلام برد میگه که حجاب بپوش، غرب برد میگه که حجاب بکش، چه رقم میفهمی که انتخاب که میکنی انتخاب خودت است؟ در این مورد نوم چومسکی یک کتاب بسیار بهترین نمیشته کردن، Manufacturing Consent، یعنی فکر یا رضایت جور کردن. در یک چپتر داده مکمل یک بخش است که Delusion of Choice، انتخاب کردن که فکر میکنی انتخاب مثلا انتخاب از خودت نیست و ای انتخاب از سیاست و از میدیا برداده شده. یگان وقت ما واقعا فکر میکنیم که انتخاب زندگی میکنیم انتخاب خود ماست، لیکن او انتخاب ما نیست. فرهناز فروتن، من خودم همراهش در 2017 یک انترویو داشتم در تلو نیوز پرسوپال و واقعا یک خوار عزیز ماست با تجربه لایق و من واقعا امید دارم اگر اینطوری جنرالیست ها زیاد مود کشور ما زیاد شوه، لیکن متاسفانه در یگان جایا خطا رفته و فکر میکنه این انتخاب از خودشان است و از جامعه افغانستان است یا به جامعه افغانستان ده خیر است یا به خودش به خیر است، لیکن او نیست و مطمئن هستم این انتخاب به سیاست غربی و همچنان میدیا ذهنش انداخته و طرف چپ رفته. چطور میفهمی که انتخابی که میکنی، هر انتخاب باشه، انتخاب خوب است، در زندگی یک مغفرت و کرم به دست خواهد آوردی؟ چطور میفهمی؟ بسیار آسان، به یک پرینسیپل عادی. اگر هم انتخابات ببینی، فکر میکنی که این انتخاب میتونه در دنیا به ما آزادی، خوبی، خوشی، مثلا صحت، همه چیز به دستت بده، لیکن او انتخاب نمیتونه که در آخرت برات کمک کنه، بفهم که انتخاب نمیتونه در دنیا برات کمک کنه و در آخرت. اگر هر انتخابی بوده و بنیاد قرآن و سنت او انتخاب بود و او انتخاب مهم نیست که رضایت همیشه داشته باشی، یگان وقت باید خودت تسلیم کنی به میخاطر اسلام تعریفش از مسلمان، تعریفش از تعریف مسلمان چیست که من تسلیم میکنم رضای خدا به رضای الله سبحانه و تعالی و در موسانه نخواد فهمیدی، لیکن داخل خواد فهمیدی که این انتخاباتی که اسلام به ما گفته بود واقعا در خیر ما بود و داخلت به ما فایده کرد. به خاطر چیزایی که ما فکر میکنیم که به ما خوب است، شاید هم خوب باشه به چند روز، لیکن به زیاد با خوب نیست، خصوصا بعد مرگ هیچ فایده نمیکنه. میخوام تکرار کنم، هر عملی که امروز میخوای انجام بدی و مطمئن هستی که در آخرت برات فایده میکنه، او انتخاب خوب است. هر عمل که امروز انجام میدی و فکر میکنی انتخاب خوبت است، به حس انسان، او به حس انسان شعوری انتخاب خودت نیست، او انتخاب مردم دیگر است و خودت فکر میکنی انتخاب خودت است و او را نتیجهش هم خواهد دیدی که نه به دنیا و نه آخرت برات فایده میرسانه. به می خاطر ما از خوار عزیز ما، از فرزانس فروتن و همینطوری خوارهای دیگه ما که خلاف حجاب هستن، خلاف شریعت هستن، بهشون خواهش خواد کردم که یک روز بشینن و فکر کنن که هر انتخابی که ما میول زندگی میکنم انتخاب کیست. آیا انتخاب از ما با کسی ضد دارم یا مثلا با امریکا کسی ما دشمنی دارم، ما طالبا رو خوش ندارم به می خاطر می خوام حجاب بکشم؟ نه، طالبا د قبر برد کنم کمک کردن نمیتونه، لیکن درست است میتونی طالبا نفرت داشته باشی لیکن بازم حجاب دوست داشته باشی. طالبا نماینده اسلام نیستند دنیا، اونها یک فرد هستند، یک گروه هستند که اونها قانون از خود دارن، لیکن
هیچ وقت نمیتونه بگه که مثلا یک نفر امرای ما روی بد کرد به می خاطر من حجاب کشیدم نماز ایلا کردم بلا بلا بلا. ای والله داخلت برد کامیاب فایده نمیرسنه. یک موضوع دیگه میخوایم ذکر کنم با برادر خواره عزیز ما، این نیست که یک ما به همراه غرب مشکل داریم یا به همراه لیبرالیسم دموکراسی مشکل داریم، به می خاطر همین مشکل ما، همین نفرت ما به همراه اونا به بنیاد درست، یعنی نیست که ما اونا نفرت دارم یعنی انسان هستن ما نفرت داریم، نه، به اعمالشان مثلا اشتکارا میکشن، کشورا را بم میکنن، میرن انوید میکنن، ناموس مردم را برباد میکنن، اقتصادی فشار سر مردم میارن. امروز فرانس که حجاب بپوشیده پا کل طرف سنه میتونی، اگه حجاب بکشی رفته میتونی، ای کلشان منافقت است. زنا را برشان یک انتخاب میدن که انتخاب از خودشان نیست، فقط میتونه کورپریشن و دولت دوران زنا فایده بگیره. ای به این معنا نیست که از من مشکلات به امره ای ایدئولوژی اتوماتیکلی یا عمومی به محبت ترجمه شو به امره به طالبا، نه، طالبا برادرای ما باید خودشان خود ثبوت کنن که ما انسان خوب هستیم، شریعت تعقیب میکنیم و باز میتونیم با شما محبت کنیم. یعنی ترجمه کنم به زبان عادی برتان بگیم، یک کسی که بد است او بد است، به این معنا نیست که نفر دویم خوب است به خاطر که نفر A بد است، نه، نفر B باید خوبی خود داشته باشه. به می خاطر خواهر برادر عزیز ما بسیار سوال خوب است، چیزی که میکنی چطور میفهمی که انتخاب خودت است؟ اگر انتخاب خودت است، انتخاب از کجا کردی؟ اگر نتیجهشم پیدا کردی، آیا انتخاب داخلت به فایده میرسه نمیرسه؟ یعنی یک پرینسیپل بسیار عادی میخوام شما را اعلام کنم. و خواهر عزیز ما، اگر کسی را نیاز داری که امرشون صحبت کنی درباره زندگی، درباره سوالات، درباره دین داری یا مشکلات با امرای یگان فردا داری، میتونی ما به حیث برادر ما امرایت انشاءالله همیشه حاضر هستم صحبت کنم. ما از او مردم نیستم کدام وقت یک انسان شیطان از اسلام رو دور کنه، از حقیقت رو دور کنه و دیگه مسلمان هم شروع کنن نور دلغت بزنن تا همکار شیطان شان گور از دین دیگم دور کنن، نه، ما مسلمان هستم، یک دعیستم که کسی که شیطان طرف رو چپ برده من میخوام پس برش دست بدم و بیارم طرف دین که او فایدهش در دنیا و در آخرت است. انشالله من همیشه راضی استم که امرت صحبت کنم، فقط با من مسیج کو یا با من ایمیل کو، انشالله من خوش میشم رد صحبت کنم. ما از خداوند دعا میکنم که با خودت و با ما ارضوی ما هدایت بفرمایه تا بتانیم زندگی خوشی در جنت الفردوس و اعلی داشته باشیم. بارک الله لی و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.